نفر اول آقای وحید بهزادی فرزند ابو طالب و همچنین خانم ایشون و همسرش به نام خانم نجواء لاشیدایی فرزند علی، هر دو نفر محکوم به اعدام شدند. حکم اعدام سلطان خودرو و زندان مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلس، آیا این حکم ها بازار خودرو را سامان می دهد؟ همچنین در 60 دقیقه امشب موانع تازه پلیس فتا برای کاربران شبکه‌های اجتماعی، بوسه ممنوع، حجاب در همه شرایط اجباری، افزایش دوباره شیوع کرونا در خوزستان. یک نماینده مجلس میگوید بسیاری از مبتلایان به کووید 19 در استانهای جنوبی با مخفی کاری ویروس را پخش میکنند. ما میخواهیم که نسبت به امنیت کامل این محورهای تجاری از راهزنی درگاهی دولت آمریکا که مسبوق به سابقه هم هست اطمینان پیدا کنیم. نفتکش‌های ایران در راه ونزوئلا علی‌رغم واکنش آمریکا، آیا واشنگتن می‌تواند در روابط تهران و کاراکاس مانع ایجاد کند؟ و نوای ربنا از گلوی کمانچه، روایتی تازه از شاهکار محمد رضا شجریان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در روزهای التهاب در بازار خودرو و در آنچه تلاش برای مدیریت افکار عمومی به نظر می‌رسد، قوه قضاییه ایران از صدور احکام حبس و اعدام متهمان به اخلال در بازار خودرو خبر داد. پرونده‌ای که رسیدگی به آن آذر ماه تمام شده بود و امروز همزمان با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد در صنعت خودرو اعلام می‌شود. از جمله متهمان محکوم به اعدام وحید بهزادی است که در رسانه‌های ایران از او به عنوان سلطان خودرو نام برده شده. در بین متهمان اسامی دیگری هم به چشم می‌خورد، از جمله مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلس. قوه قضاییه هر از گاهی دادگاهی تشکیل می‌دهد، یک روز یک سلطان و روز بعد سلطان دیگری را به اعدام محکوم می‌کند. اما اساساً چقدر روند رسیدگی به این پرونده‌ها عادلانه است، چقدر مؤثر است و چقدر توانسته اعداد و ارقام نجومی را که توسط افراد خاص به غارت رفته به نظام اقتصادی بازگرداند؟ بیشتر به این موضوعات و نیز جزئیات جالب گزارش تحقیق و تفحص مجلس می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. فصلی جدید در تلاطم یکی از سیاسی ترین صنایع ایران با صدور حکم اعدام، این بار برای سلطان خودرو. آقای وحید بهزادی فرزند ابو طالب و همچنین خانم ایشون و همسرش به نام خانم نجواء لاشیدایی فرزند علی، هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق این زوج به اخلال در نظام توزیع، پولشویی و احتکار سکه و طلا متهم شده بودند. پیشتر اعلام شده بود که این زوج میلیاردها تومان را در سال 1394 از کشور خارج کردند. 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا. از دیگر متهمان این پرونده، این مرد یعنی مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا است. اتهام او مشارکت در اخلال در نظام توزیعی است و به خاطر آن به 7 سال حبس محکوم شده. معاون سابق بازاریابی سایپا و رئیس سابق حراست کل این شرکت دولتی خودروساز هم به اتهام همکاری با آقای جمالی به حبس محکوم شدند. دو نماینده مجلس هم به خاطر مشارکت در این پرونده به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. برگزاری دادگاه‌ها و صدور احکام سنگین در حالی انجام می‌شود که فساد و رانت در بازار خودرو سابقه دار است. طی سال‌های گذشته خودروسازان با همکاری دولت برای تولید و تعیین قیمت خودرو تصمیم گرفتند.
بازار خودروی ایران انحصاری است و بخش عمده بازار در اختیار سایپا و ایران خودروست. خودروهای وارداتی هم در بازه قیمتی وارد کشور می شوند که رقیب محصولات این خودروسازان نباشد. در سالهای اخیر احکام سنگین برای پرونده‌های فساد اقتصادی که متهمان آنها عنوان سلطان می‌گیرند افزایش یافته. به نظر می‌رسد در سلسله سلاطین فساد اقتصادی در ایران بعد از سلطان سکه و سلطان شکر حالا نوبت به سلطان خودرو رسیده. مشخص نیست تأثیر احکام جدید بر رفع فساد از صنعتی که به حیات خلوت اقتصادی نزدیکان به قدرت مشهور شده چیست؟ شیدا هوشمندی، بی بی سی. بهرنگ تاجین خبرنگار اقتصادی ما اینجا با ما درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیشتر به ما بگه. گزارش بسیار مفصل و بسیار خوندنی، به نظر تو مهمترین بخشش چیه تا اینجای کار؟ این نکته داستان اینه که این گزارش ظاهراً دو بار خلاصه شده و با وجود دو بار خلاصه شدن همچنان گزارش خیلی مفصلیه که توصیه میکنم اگه وقت داشتید بخونید حداقل همین خلاصه‌ای که خودش 20 صفحه است. نکته داستان اینه که گزارشی که میخونی برق از سرت میپره، به خاطر اینکه ما خیلی از این اشکالات و ایرادات و در واقع مسائلی که تو صنعت خودرو ایران وجود داشت ترو خب به هر حال کم و بیش میدونیم، مردم میدونن، ولی وقتی اینجوری توی گزارش رسمی مجلس میاد بازم آدم رو شوکه میکنه. گزارش از اینجا شروع میشه که اولا میگه یک سال و نیم کار کردن ولی خیلی ها همکاری نکردن، نه فقط خودروسازا و زیر مجموعه هاشون و قطع سازا، که میگه نیروی انتظامی همکاری نکرده، قوه قضاییه همکاری نکرده به جز یه ذره سازمان بازرسی کل کشور، خود مجلس همکاری نکرده، کمیسیون اصل 90، هیئت رئیسه مجلس، شخص رئیس مجلس، اینا همکاری نکردن. خیلی جاها هم میگن ما رفتیم دنبال اطلاعات، یعنی اینا برای تحقیق به تحقیق کمکی نکردن. آره دقیقاً، اینا تو این فرآیند یک سال و نیمه تحقیق حداقل اینجوری که برمیاد میگه که سنگ اندازی کردن، مانع گذاشتن، یه جاهایی هم گفتن مثلا تو بحث واردات گفتن این اطلاعات محرمانه است نمیتونیم بدیم. ولی یافته های گزارش خودروسازا، قطعه سازا، زیر مجموعه هاشون، دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، سهامدارا، همه رو به نوعی زیر عملکرد همه رو زیر سوال میبره. یعنی هیچ کسی نیست که، یا هیچ بخشی از این زنجیره نیست که به تنهایی بگن که خب این عملکردش خوب بوده. من یک تعداد کمی از جالب ترین تیکه هاشو سعی میکنم بگم، ولی میگم کل گزارش خیلی جالب تره. یکی از مباحثی که مطرح میکنه اینه که این ساختار صنعت خودروی ایران و مالکیت صنعت خودروی ایران مسئله داره. چرا؟ دولت کمتر از 20% سهام دوتا خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا رو داره، ولی عملا همچنان تأثیر دولت از همه جا بیشتره، به خاطر اینکه مثلا به گفته این گزارش خیلی از زیر مجموعه های این شرکت ها سهامدار خود شرکت هم هستن و نتیجهش این میشه که یک جور فساد و یک جور در واقع ابهام در مدیریت و مالکیت به وجود میاره. صحبت کرده در مورد تحریم ها، صحبت کرده در مورد رانت، صحبت کرده در مورد این، صحبت کرده که نظام بانکی نمیتونه سرمایه گذاری لازم رو برای خودروسازا در واقع تامین بکنه، تامین مالی ممکن نیست و این ساختار رانت هم ایجاد میکنه و اینها، و طبیعتاً بحث قیمتگذاری دستوری رو مطرح کرده که داره میگه که ببین این قیمتگذاری دستوری شورای رقابت یا هر نهاد دیگه‌ای رانتساز، و بعد مثال هم میاره. بعد در مورد خود خودروسازا هم میگه که وقتی که مثلا نهادهایی مثل سازمان محیط زیست میان استانداردی میذارن، خودروسازا لابی میکنن که این استاندارد اجرا نشه، به تعویق بیفته، یا بعد میرن با در واقع یه رانتی وجود داره شرکتایی که بعد بیان چک کنن ببینن یه خودروی مطابق استاندارد هست یا نه. حالا از اینا بگذریم، یه چیزای جالب تری در میاد. مثلا این که میگه که قطعه سازا خودروسازا رو مجبور میکنن که برن فولاد رو بخرن، خیلی وقتا وارد کنن با کیفیت بالا، بعد قطعه ساز میاد اون فولادی رو که خودروساز رفته حالا با اون ارزی که داشته وارد کرده اون فولاد با کیفیت رو میفروشه، فولاد با کیفیت پایین استفاده میکنه در تولید قطعه. قطعه سازا هم خیلی وقتا در واقع سهامدارشون آدمای منتفضی هستن که خودروساز زورش بهشون نمیرسه. بعد میگه که
ببخشید. بعد میگه که خیلی موارد هستش که قطع ساز میاد به خودروساز میگه که این رو از یه شرکت چینی بخر، بعد معلوم میشه که اون شرکت چینیه در واقع صاحبش همون قطع ساز داخلیه. خیلی وقتا قطع ساز میگه که من این قطعه رو خودم تولید کردم، میرید میبینید که عملا قطعه خارج کشور تولید شده، وارد شده، فقط با همون بسته بندی وارد شده. بعد عرض کنم که این زیاده، من 3-4 تا نکته جالبشو بگم. یکی از انتقادهای خیلی جالب اینه که میگه از سال 86 تا 92 دوران محمود احمدی نژاد 158 میلیون دلار خودروسازای ایران در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردن، خط تولید رو انداختن. یه نمونه رو مثال میزنه، میگه 90 میلیون دلار تو سنگال سرمایه گذاری کردن، یه خط تولید رو انداختن، برق نیست که این خط تولید کار کنه. یه جای دیگه ای مثلا در مورد سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل میگه که این دوتا تبدیل شدن به حیات خلوتی برای راندجویی افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخش ها. و بعد میگم گزارش خیلی مفصله، خیلی چیزای زیادی توش هست و بسیار به نظر میاد که واقعا خب این رانتخاری و فساد در لایه‌های مختلف وجود دقیقاً. داشته، یعنی و گزارش هر چیزی این بحث رانتخاری و این زمینه رانتخاری در بالا تا پایین صنعت رو نشون میده. میگه این رانت‌ها 40 میلیون تومان از قیمت هر دستگاه پراید رو در واقع به خودشون اختصاص میدن. متشکرم بهرنگ تاجدین در استودیو با ما. اما نعمت احمدی حقوقدان از تهران با مساقی احمدی امروز سرمقاله داشتن در روزنامه شهر با عنوان تاریک و روشن رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی. آقای احمدی، شنیدید خلاصه ای از گزارش تفحص مجلس و همچنین حکمی که برای پرونده اخلال در بازار خودرو امروز صادر شده. روند رسیدگی به این پرونده ها از دید شما چقدر عادلانه است؟ با سلام خدمت شما و بینندگان. کاش این تحقیق تفحص زودتر منتشر می شد. روزی که آقای رضای رحمانی رو آقای روحانی عزم کردند، اون روز صبحش کمیسیون اصل 90 داشت راجع به خودروسازی گزارشی رو در مجلس می داد و متاسفانه به نظر میاد که ارتباطمون با آقای احمدی قطع شده. تلاش میکنیم که دوباره ارتباطمون رو برقرار بکنیم با آقای احمدی، ولی محمد رضا وارد کننده قطعات خودرو در این ایران با ما سمت که اشاره شد، بازار خودرو در ایران التهاب های شدیدی داشته. آقای محمد رضا، شما به عنوان وارد کننده قطعات خودرو وضعیت فعلی بازار رو چطور میبینید؟ با سلام خدمت شما بینندگان عزیزتون. والا من الان با این وضعیتی که تو مسئله خودروسازی دارم میبینم، ما الان سالها از 2 سال قبل متاسفانه نتونستیم که واردات درستی رو از کشورهای اروپایی انجام بدیم. به چه دلیل؟ به چند دلیل بوده. دلیلش این بوده که خب تحریم ها مجددا توسط آمریکا وضع شد برای کشورمون. این بود که بانکامون دیگه نمیتونن ارز بفرستیم به واسطه صرافی یا ارز بفرستیم اونور، و همین مسائل باعث شد که ما دیگه واقعا نتونیم واردات قطعات خودرو رو به ایران انجام بدیم از طریق کشورهای اروپایی. و الان حدود 2 سال هستش که واقعا کار ما خوابیده و هیچ کاری هم انجام نمیدیم، چون نمیتونیم این بقیه افرادی که میرن از چین جنسای خیلی ضعیف برای خودروها میخرن، وارد کشور میکنن و متاسفانه وارد بازار میکنن و با قیمتهای خیلی سنگین به اسم اورجینال اروپایی به مردم میفروشن، و همین مسئله باعث میشه که کلی مردم تو این مسئله متضرر بشن به خاطر قطعات، به خاطر آلیاژهای ضعیفی که داره، به خاطر قطعهای بدی که میزنن و وارد میکنن. آقای محمد رضا، در گزارش امروز تحقیق تفحص مجلس درباره فساد در بخش قطع سازی داخلی هم صحبت های شده بود و لابی ها و فشارهایی که قطع سازان داخلی وارد میکنن به صنعت خودرو. شما آیا مشاهداتی داشتید در این زمینه؟ ببینید، نه، من مشکلی نداشتم تا امروز، اما یه مسئله هست. اگر واقعا به قطع سازای ما تو ایران
بها بدن. و قطع سازای ما هم واقعا از اون چیزهای آلیاژ ها و از اون قطعات مناسب استفاده کنن چه ایرادی داره؟ ما هم همچین کاری رو انجام میدیم، ما هم میایم قطع ساز داخلی میشیم، ولی باید دستمون باز باشه. متاسفانه دستا بسته است، ما نمیتونیم با این قطعاتی که الان موجود هست بتونیم مثلا قطعه آماده بکنیم و به خودروسازا بدیم که بتونن مونتاژ بکنن. این هستش که اگر واقعا از جنسای خوب و عالی استفاده بشه، چرا که نه، چرا ما خودمون قطعه ساز نباشیم، اما درست صحیح به دور از هیچ گونه کاستی و به دور از هیچ گونه کم فروشی. اما متاسفانه بعضی ها هستن که کم فروشی میکنن و باعث میشن که قطعه ما اون استانداردهای لازم رو نداشته باشه. آیا دولت همکاری میکنه با شما برای ثبت سفارش؟ والا همکاری که میکنن، اما این هستش که ما برای فرستادن ارزمون با بانکای اونور مشکل داریم. اما خب اگر که یه مقداری وزارت سمت بیاد یه مقداری همکاریشو بیشتر بکنه با وارداتچی ها که قطعات خود رو قطعات اصل وارد میکنن، اصل، ببینید من باز دارم عرض میکنم، قطعات اصلی وارد کشور میکنن، به نظر من اداره سمت، اداره بازرگانی باید همکاری های خیلی تنگ و تنگی با اینا داشته باشه که بتونن قطعات خوب و استاندارد و قابل قبولی رو وارد کشور بکنن و چینی وارد نشه. باور کنید قطعات چینی داره صنعت خودروسازی ما رو نابود میکنه. من قبلا هم گفتم، الان هم باز دارم میگم که قطعات چینی صنعت خودروسازی ما رو نابود میکنه. اجازه بدن که قطعات، اگر واقعا به قطع ساز ایرانی اعتماد میکنن، اجازه بدن که واقعا قطعات استاندارد ساخته بشه که این مشکلات ما دیگه نداشته. روند تامین ارز چطور آقای محمد رضا؟ یا شما امکان تامین ارز دارید برای واردات؟ ما الان مدتی که دیگه انجام نمیتونیم بدیم، نه متاسفانه انجام هم نمیدیم و نمیتونیم هم. چرا؟ چه مانعی وجود داره؟ خب به خاطر اینکه بانک‌های اونور نمیتونن برای ما اون فروشنده‌هایی که ما اونور داریم نمیتونن برای ما کاری انجام بدن، یعنی ارزی ما نمیتونیم برای اونا بفرستیم از طریق ایران. روی این حساب هستش که ما دیگه فعلا هیچ کاری رو انجام ندیدیم تا ببینیم وضعیت تحریم ها به چه صورتی پیش میره. متشکرم آقای محمد رضا، وارد کننده یه قطعات خود رو در ایران. اما ارتباطمون با نعمت احمدی حقوقدان از تهران دوباره وصل شده. آقای احمدی، داشتیم درباره روند عادلانه بودن رسیدگی به این پرونده های فساد مالی صحبت میکردیم. من عذرخواهی میکنم از شرایطی که برای تلفن من پیش اومد. ببینید، بنده با این شیوه رسیدگی به شدت مخالفم. چند تا شعبه ویژه رو گذاشتن و چند تا وکیل مورد وثوق خودشون رو گذاشتن و طبیعتاً کسانی که محکوم میشن در جایگاه مظلوم قرار میگیرن و بعدن با اعدامای از این دست من به شدت مخالفم. سلطان سکه رو اعدام کردیم، بازم سکه ارزان نشد که الان شده 7 تومن. سلطان قیر اعدام کردیم، وضعیت بدتر شده. این چی به رسیدگی نیست، نتیجه هم نخواهد داد متاسفانه. اگر جرم این افراد رو بخوایم ببینیم چیه، آیا یک نفر و یه زن شوهر میتوانند این میزان اتومبیل احتکار کنن؟ اگر احتکار یا اخلال در نظام، اول خود شرکت سایپا، شما از با هواپیما از تهران رد میشی، پارکینگا اینا انبوه ماشین داره، احتکار اونه نه احتکار اینه. شما الان راجع به قطع سازا صحبت کردید، این آقا درست خوب مطلب رو ادا نکردن، شاید مسئله دارن. ما الان پرونده شرکت ازام داریم، آقای ایروانی 750 قطع ساز ایرانی رو به خاک سیاه نشونده، پروندهش الان مطرحه، من نتیجهش رو نمیدونم چی شده. ببینید، رسیدگی قضایی باید رسیدگی ماهیتی درست همه سو و همه جانبه، نه اختصاصی و انحصاری باشه. اگر روزی که آقای رحمانی، رضای رحمانی را آقای روحانی عزل کرد، به باور من بر این باورم، در اون روز به خاطر زهر گزارش کمیسیون اصل 90 رو بگیرن اون اتفاق افتاد. بلاخره روزای قبل نشد، روز بعد نشد،
چون اون گزارش رو شما ببینید و گزارشی که شما هم بخشی از اون رو در برنامه خوندید، دقت بکنید ببینید ابعاد خیلی وسیع‌تر از این ابعاد. خودروسازی در ایران زندگی همه رو به خاک سیاه نشونده. ما روزانه 95 تا 100 میلیون لیتر بنزین مصرف داریم که در یه پیام مقام معظم رهبریان دادن اظهار ناراحتی کردن از این میزان مصرف. اتومبیلای ما هیچ کدوم از اینا حضورتون عرض کنم دارای شرایط استاندارد نیست. بله. و گرفتاری عمدم در نحوه رسیدگی. آقای احمدی، روند رسیدگی به این پرونده در آذر ماه تمام شده، فکر میکنید که چرا قوه قضاییه تا امروز صبر کرده برای اعلام حکم؟ خب ببینید، صدور حکم اونم پرونده با این ابعاد، اون دیگه گناه قاضی نیست، نیاز به بررسی داره. درست قانونگذار میگه یک هفته بعد از ختم دادرسی، اما این یک هفته قید زمانی نیست که قاضی محترم بخواد ابعاد قضیه رو روشن کنه. در این تحقیق تفحص شما نگاه کنید، میگه 10 میلیون تومان به ما دادن، همه تحقیق تفحص ها 300 میلیون. من باور میکنم اون قاضی که این رأی رو صادر کرده بسیار زیر بار فشار بوده است، اما نتیجه نخواهد داد. خودروسازی ایران صنعت بیماری است. سیستم قضایی اگر بخواد با خودروسازان و خودروسازی و قطعات وارد از این نوع رسیدگی بکنه، شاید دو تا دانه ریزی مثل آقای بهزادی و خانمش رو اعدام بکنن، بازم همین آش و همین کاسه همین وضعیت مونده. این روش بررسی باید همین تحقیق تفحصی که امروز خبرگزاری ها گذاشتن در مجلس قرائت شد و کمیسیون اصل 90 چند روز پیش روز عزل آقای رحمانی اون رو در صحن مجلس قرائت کرد، دادستان تهران همین رو به عنوان یک شکایت مردمی تلقی کنن. ابعاد مختلفی داره، این ابعاد مختلفش باید سرمنشه فساد در خودرو رو به اصطلاح قطعش کرد، و الا میشیم مثل سکه که سلطان سکه اعدام شد، سلطان غیر اعدام شد و خروجیش هم دوباره میبینیم، هم سکه و هم غیر همسال اینا همه شون اضافه شد. الان پرونده اعزام چی شده؟ پرونده خودروس آقای احمدی، در این روند حقوقی آیا هیچ امکان بازگشت این اموال عمومی که به غارت برده شده وجود داره؟ آیا اصلا برمیگرده دوباره اینها به نظام اقتصادی؟ اگر به همین دو نفر باشه، خب اینا 6000 تا ماشین موضوعشونه چند، اگر به این دو نفر باشه که خب نه، اصلا تحصیل نیازی نیست که خیلی متوقع باشیم که نتیجه خواهد داد. در پرونده های مشابه مثلا سلطان سکه، سلطان کاغذ، پرونده های مشابه کم نبوده در این مدت، آیا اصلا برگشته این اموالی که به غارت برده شده؟ ببینید، بحث به غارت رفتن، به غارت بردن اون سلطان سکه یا سلطان چند هزار سکه است. دعوای ما سر میلیون ها قطعه سکه است که الان در سیستم بانکی به عنوان سرمایه شون داره میگرده، وقتی که در آن زمانی که شروع کردن به نام نویسی، ببینیم کیا نام نویسی کردن. ببینید این آقا میگن 6000 اتومبیل نوشته، میگن من به تنهایی میتونم، چون باید با یه کارت ملی باشه و سند دست اول. میگه شدنیست، این یه بانده، آیا میشود ورود به اون باند کرد؟ شما باور کنید اعدام، اگر این افراد اعدام بشه من برای سرپوش گذاشتنه، و الا گزارش تحقیق تفحص الان بهترین سند زنده است که قوه قضاییه باید اون رو به عنوان یک شکوایه ملی تلقی کنه، به این وضع پایان بده. همه از این وضع ناراضی هم. آقای احمدی، اساساً ما در قانون چیزی تحت عنوان اخلال در نظام بانکی داریم. سوال اینجاست که آیا زمانی که آقای بهزادی و همسرش این تعداد اتومبیل رو پیش خرید کردند، کاری که کردند جرم محسوب می‌شده، یا اینکه بعدها مشخص میشه که این کار جرم بوده و اخلال محسوب می‌شده؟ اصلا امکان خرید 6000 یا چند هزار دستگاه به وسیله یک نفر غیر از این که راه گریزایی پیدا کنن وجود نداره. پس یعنی یک شبکه امکان این رو فراهم کرده، افرادی فرای دقیقا. آقای بهزادی، من دقیقا بر این باورم، یک شبکه وسیع این کار کرده. شما ببینید میگن نیم ساعت سایت باز کردن پر شد، توی نیم ساعت کی میتونه کاری بکنه جز کسانی که این عمل رو انجام. من یک کوچولوی بگم 30 هفته 97 فکر کنم
ورود ماشین‌های خارجی رو به ایران ممنوع کردن. الان هزاران ماشین توی گمرکات داره خاک می‌خوره، پول بابت اینا رفته. چه دست‌هایی باعث میشه اون ماشین‌ها که دارن در گمرکات خاک می‌خورن وارد نشن؟ اما شما هم برید به پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا و و و و برید ببینید پارکینگ‌ها چند صد هکتاری پر از ماشین یه غربیلا که فرمون نداره میگن ناقصه. مثلا این صنعت خودروسازی همین شکواییه، همین گزارش تحقیق تفحص به نظر من یک وظیفه ملی برگردان ریاست محترم قوه قضاییه داره که عزمی دارن برای مبارزه با فساد، نه با دوتا آدمی که جزءن و در مقابل هزاران صدها هزار اتومبیلی که احتکار شده به وسیله خود خودروسازا حضورتون عرض کنم عددی نیست. ببینید مجوز دادن به در اون تحقیق تفحص در اون گزارش کمیسیون اصل 90 مجوز دادن به ایران خودرو و سایپا 145,000 ماشین نام نویسی کنه. این عدده، عددی که تو گزارش آمده. در همون تاریخ 1,600,000 نام نویسی شد. مگر میشه شما اجازه 150,000 داشته باشی 1,500,000 1,600,000 نام نویسی بشه؟ خب این بیت المال، مال مردمه. و بعدن با این صنعت معیوب چه کسانی دارن از قبل این صنعت میبرن و ناتوان کردن دستگاه رو که نذاره بعد از این همه مدت تحقیق تفحص در سن علنی خونده بشه. اگر هم امروز روز آخر مجلس نبود، اگر امروز روز آخر مجلس نبود، باور کنید و این نمایندگان، چون میدونید 56 تا از این نماینده ها به مجلس 11 رسیدن، اگر اینا نماینده مجلس بازم مانده بودن این تحقیق تفحص هم خوانده نمیشد. متشکر از شما. نعمت احمدی، حقوقدان از تهران با ما. شیوع کرونا در استان خوزستان بار دیگر شدت گرفته. جدا از سفرهای نوروزی و حجم زیاد سفر به این استان، ویژگی‌های قومی و قبیله‌ای و تصور عمومی درباره ویروس کرونا در شیوع آن مؤثر بوده. نماینده ایزه در مجلس ایران گفته در بسیاری از استان‌های جنوبی مردم ابتلا به کرونا را پنهان می‌کنند و به این ترتیب ویروس به دیگران منتقل می‌شود. فرین آسه می‌گزارش می‌دهد. بیش از یک هفته است که وزارت بهداشت از خطرناک بودن وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان صحبت می کند. دولت بازار و مشاغل غیر ضروری را در شهرهای مختلف این استان از جمله اینجا اهواز تعطیل کرده و از مردم خواسته در خانه بمانند. سازمان صنعت، معدن و تجارت گفته بیش از 1,000 واحد متخلف را پلم کرده. اما دست فروش ها و بازارچه های کوچک همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. علیرضا عالی‌پور معاون شهرداری اهواز گفته برچیدن بازارهای کپری و دست فروشان ملاحظات اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد و حتی اگر شهرداری بخواهد این بازارها را جمع کند، مسئولان امنیتی ملاحظاتی درباره آن دارند. مسئولان استان خوزستان و وزارت بهداشت افزایش آزمایش در خوزستان را دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا می‌دانند. استاندار خوزستان گفته بعد از فارس خوزستان بیشترین تست تشخیص کرونا را در ایران انجام داده. با این حال تجربه این مخاطب بی بی سی از تست کرونا چندان موفقیت آمیز نبوده. هفته پیش با علائم کووید 19 مراجعه کردم به پزشک. موقع مراجعه به آزمایشگاه متوجه شدم که اونجا فقط تست خون میگیرن. ازشون خواستم که تست مخاط انجام بدم. گفتن که تست مخاط فقط برای بیماران بستری با وضعیت حاد انجام میشه. تست خون انجام دادیم، جوابش منفی بود. با کلی زحمت و تلاش رو از طریق یکی از دوستان تونستم که تست مخاط انجام بدم و متوجه بشم که مبتلا هستم. خواستم بگم که در خوزستان یک فاجعه داره اتفاق میفته، همونجور که در کل کشور احتمالاً داره این اتفاق میفته. ظرفیت انجام تست مخاط خیلی کمه و اینکه بیمار رو با یه تست خون و یه جواب منفی میفرستن که با خیال راحت به زندگی عادیش ادامه بده. هدایت الله خادمی نماینده ایزه در مجلس اما میگوید در بسیاری از استانهای جنوبی ایران مردم فکر میکنند از نظر اخلاقی و حیثیتی بد است که به کرونا مبتلا شوند. برای همین پنهان میکنند که خود و خانوادهشان به آن مبتلا شدند. روابط قومی و قبیله‌ای و ارتباط‌های فیزیکی در استان خوزستان پررنگ است. مسئله‌ای که شاید موجب رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی شده.
بیکاری و نیاز مالی هم موجب شده خیلی ها در خانه نمانند و برای تامین لقمه نان سر کار بروند. انگشت اتهام دولت به سوی مردم نشانه رفته، مردمی که نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند. اما سهم حکومت در آموزش مردم هم نباید نادیده گرفته شود. عید فطر در استانهای جنوبی ایران از جمله استان خوزستان اهمیت زیادی دارد. تصاویری که خبرگزاری ایرنا نشر کرده حکایت از آمادگی مردم برای خرید عید فطر دارد. یک مسئله نگران کننده تری هم که وجود داره نزدیک بودن عید فطر هست که این عید برای اعراب خوزستان اهمیت بالایی داره و در این روز به دیدار همدیگه میرن، به بازار میرن و لباسهای نو میخرن که اگر مردم رعایت نکنن در ایام عید فطر، این خودش باعث ایجاد یک فاجعه بزرگتری خواهد شد. اینجا دسویل، اداره فرهنگ ارشاد دسویل. اینجا صف خرید حلیم در دسفول است، جمعیتی که بدون توجه به شیوع کرونا در صف ایستادند. اما همیشه هم مردم مقصر نیستند. اینجا بانک توسعه تعاون در اهواز است و اینها مردمی هستند که به دلیل کار بانکی در مقابل آن تجمع کردند. مانع نشدن برای برگزاری مراسم‌های مثل خاکسپاری، مثل مراسم‌های عروسی که متأسفانه اینجا تعداد زیادی توی این مراسم‌ها شرکت می‌کنن. مثلا نمونش توی همین چند روز گذشته برگزاری یه مراسم خاکسپاری بود که 2000 نفر رو توی این مراسم افطار داده بودن. شیوع دوباره کرونا در استان‌های مختلف ایران از جمله استان خوزستان یک دلیل دیگر هم دارد: کوتاهی دولت. خب از طرفی در خوزستان ما شاهد بودیم که خیلی از مراسم ها کماف سابق مثل مراسم عزا، مراسم عروسی متاسفانه برگزار شده. خب این نشون میده که بخشی از مسائل و مشکلات متوجه خود مردم هست، بخش دیگرش هم متوجه این است که آموزش مردم رو شاید ما به نوعی رها کردیم. آموزش و مشاوره به ساکنان استانهایی که ابتلا به ویروس کرونا و دیگر ویروس‌ها را بی‌آبرویی می‌خوانند ضروری است و جان خیلی‌ها را نجات می‌دهد. اما به نظر می‌رسد دولت ایران هنوز برنامه‌ای برای این کار ندارد. فرین آسمی، بی بی سی. ناصر کرمی، اقلیم شناس از شهر ترندهایم نروژ با ماست. آقای کرمی، خوش آمدید به برنامه. شما خودتون اهل استان خوزستان هستید، فکر میکنید که علت اینکه خوزستان تبدیل به کانون کرونا شده چیه؟ وقت مثلا عرض میکنم، ببینید آن چیزی که مسئولین گفتن درباره اینکه چرا خوزستان ناگهان از یک رده های خیلی پایین اشتغال پیدا کرد به رده دوم کرونا در ایران، آنچه که توی گزارش شما بود شاید 10 تا مؤلفه بود که من تصور میکنم همه اینها حدس و گمان هست، هیچ کدوم قابل اثبات نیست. آن چیزی که قابل اثبات، ما دو تا فرض رو میتونیم به اصطلاح دو تا فرض مسلم بود. یکی این است که شیوع جغرافیایی کرونا به ارتباط مستقیم داره با رفت و آمد و به اصطلاح توریسم، با پرواز هوایی، با مسیرهای تردد اصلی. شما دید تمام کشورهایی که تو رده های اولن کشوری هستن که رده اول توریسم دنیا هم هستن. کشورهایی که فاصله داشتن در این مدت، یعنی توریستی بودن ولی فاصله داشتن، مثلا برزیل، اونا اومدن کم کم خودشون رو نزدیک کردن. به همین خاطر بین میزان به اصطلاح تردد تو یک منطقه و شیوع کرونا ارتباط کاملا مستقیم وجود داره. این فرض اول ماست. فرض دوم هم این که ما میدونستیم خیلی سال، از ده ها سال پیش، خوزستان یکی از مقاصد به اصطلاح مسافرت های نوروزیه. یعنی از ابتدای فروردین، هفته آخر اسفند، تعداد زیادی مسافر روانه خوزستان میشه. اینها یه گروهشون توریست هستن، کسی هستن ایرانگرد هستن، یه گروه قابل توجهشون هم خوزستانی هایی هستن یا خوزستانی الاصلی هستن، ساکن مثلا تهران، اصفهان یا استان های دیگه، که اینها عید برمیگردن اونجا. امسال عید تقریبا همه اینها اومدن، یعنی که من حالا پیگیری میکردم اخبار رو اونجا، تعداد زیادی مسافر دسفول، انیمه، شوش، اهواز، همه شهرها اومده بودن، همه خوزستانی که جای دیگه بودن اومده بودن. این قابل پیشبینی بود که بعد از عید خوزستان با یک موج کرونا به همین خاطر روبرو خواهد بود. فکر کنید علت اینکه عده‌ای پنهان نش میکنن چیه؟ به هر حال این یک بیماریه که از طریق تنفس یا دست زدن بهش مبتلا میشین، چرا باید پنهان کاری شه؟ من این نشدیدم البته، یعنی که اون چیزی که اتفاقا مردم، من اون چیزی که من اطلاعی که من دارم، یعنی من در تماس هستم حالا با خانواده خودم اونجا در خوزستان، آشنایان خودم در خوزستان، مردم در به در میگردن دنبال این که تست بدن مطمئن بشن که مبتلا نشدن. این را نشدیدم مثلا یک چیزی باشه شبیه بیماری ایدز مردم دلیلی داشته باشه که
قایم بکنن. حقیقتش چون من این رو اصلا از هیچ کدوم از مردم محلی چون نشنیدم نمیتونم هیچ نظری در موردش بدم. متشکرم. البته اینم نقل قول نماینده ایزه در مجلس بود. ممنون از شما ناصر کرمی اقلیم شناس. بار دیگر دستگیری یک چهره اینستاگرامی در ایران خبرساز شده. چند روز پس از آنکه رئیس پلیس فتا اعلام کرد که با بدحجابی در شبکه‌های اجتماعی برخورد می‌کند، این نیرو علیرضا جاپلاقی را دستگیر کرد. آقای جاپلاقی ورزشکار و عکاسی است که اخیراً ویدیوی بوسه او و دوست دخترش بر پشت بامی در تهران خبرساز شده. علی همدانی گزارش می‌دهد. طلوع تهران و بوسه‌ای که خبرساز شده. علیرضا جاپلاقی پارکورکار جوان به همراه دوست دخترش این ویدیو را روی اینستاگرام منتشر کرده. صحنه کم نظیر و غیر قابل تصور طبق قوانین ایران. علیرضا جاپلاقی کار و زندگیش همین است. ویدیوهای او بیش از 100 هزار نفر را به صفحه اینستاگرام او کشانده. عملیات اکروباتیک خطرناک در ارتفاعات در افق تهران مشخص است و جوانی که میگوید جرأتش بی همتاست. ورزشی به نام پارکور که در آن حرکات عبور از موانع تمرین می شود. اصلا من اگه نرم تو هالیوود دیگه میرم گوسفند میشم. امکان داره نیست. ببین هالیوود دقیقاً برمیگرده به همون اولین باری که من فهمیدم پارکور چیه. خوب. یا شاید قبلش هم برمیگشت نمیدونم. خب به بابام گفتم چون 16 سالتم دیگه اونجا دیگه داری یواش یواش میری دوم دبیرستان سوم دبیرستان دیگه یه تایم مهمی تو زندگی داره. آره. میشه. من اون تایم با این ورزش آشنا شدم. 16 سالت دیگه فکر کن تو اول دبیرستان دقیقاً. خب. دومو داری بعد سومو داری وقت کنکور و حال وقت کنکور و آره. به بابام گفتم که بابا من میرم هالیوود. گفتش که آخه پسر جون این که نشد راه زندگی. هالیوود تو نمیتونی بری، بعد قد بروسلی خفن بشی تا بری، تو هم که بروسلی نمیشی، ولش کن. بار دیگر زندگی زیرزمینی جوانهای ایرانی در فضای مجازی خبرساز شده. درست چند روز پس از آنکه رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا گفت که کاربران اینستاگرام در فضای مجازی هم باید با حجاب باشند. او گفته هیچ تفاوتی میان جرایم فضای مجازی و غیر مجازی نیست و تفاوتی میان افراد پرطرفدار و افراد به گفته او کم فالوورتر وجود ندارد. همه باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. نماز با حضور، نماز در اول وقت. دستگیری علیرضا جاپلاقی همینطور پس از این تازه ترین اظهارات آیت الله خامنه ای در گفتگوی اینترنتی با دانشجویان بسیجی درباره به گفته او فاصله گذاری میان مردان و زنان، به خصوص دختر خانم ها، به مسئله حجاب، مسئله فاصله گذاری بین زن و مرد در اسلام وجود داره، توجه کنن، به او اهمیت بدن، موازین شرعی رو رعایت کنن. فرسنگ ها فاصله با زندگی این جوان ها. این نخستین باری نیست که مقام های جمهوری اسلامی ایران به سراغ آنچه سالمسازی فضای مجازی میگویند رفتند. در جریان موج پیشین این به گفتی آنها سالمسازی، برخی از مؤثرترین چهره های اینترنتی یا شاخه اینستاگرامی بازداشت شدند. تصاویر بی حجاب آنها از حساب هایشان حذف شد و مجبور به پوشاندن مو و بدن خود شدند. تو تعطوی اینجا دقت کردی دیدی پران با ناخونات راحتی عرض تراش برای اعمال مقررات فرهنگی در فضایی که در قبضه جوانهایی است که اصلی ترین مقررات و فرهنگ مطلوب حکومت در ایران را نادیده میگیرند. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن. فعلا واقعیت همین است. بوسه در آغوش یار، پیش چشم آفتاب، در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. علی همدانی، بی بی سی. اجازه بی اجازه. با نزدیک شدن 5 نفتکش ایران به سواحل ونزوئلا، تنش در روابط ایران و آمریکا تشدید می شود. این 5 نفتکش علارغم تحریم‌های آمریکا که هم صنعت نفت ایران و هم صنعت نفت ونزوئلا را تحریم کرده، برای ونزوئلا سوخت حمل کنند. این در حالی است که آمریکا گفته سرگرم بررسی واکنشش به این اقدام ایران است. کسرا ناجی در گزارشش میگوید ایران با ارسال سوخت به ونزوئلا به نظر میرسد قصد به چالش کشیدن تحریم‌های یک جانبه آمریکا را دارد.
آخرین گزارش ها از شرکت های ردگیری کشتی های تجارتی نشان میدهد 5 کشتی نفتکش ایران حامل سوخت که با پرچم ایران حرکت می کنند قرار است ظرف 6 تا 10 روز آینده به سواحل ونزوئلا برسند. ارسال تانکرهای حامل بنزین به سفارش دولت ونزوئلا انجام گرفته، متکی به اراده آزادانه کشورها در مبادلات مرسوم بین المللی است. ما می‌خواهیم که نسبت به امنیت کامل این محموله‌های تجاری از راهزنی دریایی دولت آمریکا که مسبوق به سابقه هم هست اطمینان پیدا کنیم. انتظار داریم که جامعه بین المللی حساسیت بالایی نسبت به این بدعت در آزادی آبراهای تجاری واکنش مناسب نشون بده. نفتکش‌های ایرانی حامل 175 هزار تن بنزین و گازوئیل به ارزش تقریباً 45 میلیون دلار که از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس سوختگیری کردند از طریق کانال سوئز، دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس راهی سواحل ونزوئلا هستند، در حالی که کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای کارائیب حضور دارند و آمریکا گفته است سرگرم بررسی راه‌های مقابله با این کشتی هاست. دست تمنای شرکت نفتی دولتی ونزوئلا ماه گذشته به طرف ایران دراز شد، وقتی که تحریم های تازه آمریکا راه ارسال سوخت از روسیه را به ونزوئلا بست. درست هنگامی که پالایشگاه بزرگ کشور که یکی از بزرگترین پالایشگاه های دنیاست به علت سوء مدیریت کم و بیش از کار افتاده است و کشور که زمانی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیا بود شدیداً به سوخت نیاز دارد. گزارش شده است که ایران از طریق چندین پرواز شرکت ماهان بلافاصله تعدادی مهندس پالایشگاه، مواد شیمیایی لازم برای پالایش نفت و قطعات یدکی پالایشگاه به ونزوئلا فرستاد، اقدامی که اعتراض آمریکا را به دنبال داشت که از کشورهای جهان خواست اجازه ندهند ماهان از فراز کشورهایشان عبور کند. دو کشور، یکی اسلامی و دیگری سوسیالیستی، زیر فشارهای شدید آمریکا روابطشان را تقریبا 15 سال پیش با هدف کم کردن از این فشارها تقویت کردند، با شروع پروژه‌های ساخت خانه و خودرو در ونزوئلا و همکاری در اوپک، پروژه‌هایی که به جایی نرسید، اگرچه این مانع از آن نشد که دو کشور ادعا کنند که توانستند آمریکا را به عقب برانند. در سالهای اخیر دو کشور روابطشان را در سطحی پایین‌تر ادامه دادند، علی‌رغم از همپاشی اقتصاد ونزوئلا که در آن تورم به بالای 4000% رسیده و رشد اقتصادی سالانه به منهای 20%، کشوری که معلوم نیست تا چه حد توان پرداخت بدهی‌هایش را داشته باشد. در این شرایط است که ایران با فرستادن کشتی‌های سوخت به کمک ونزوئلا آمده، به قیمت احتمالاً توقیف این کشتی‌ها و تنش بیشتر با آمریکا. وزیر خارجه مشاورهای لازم را دارد و در دولت هم این موضوع مورد بررسی قرار گرفته، همچنین در شورای عالی امنیت ملی این موضوع مطرح شده. امیدواریم که آمریکا دچار چنین خطایی نشد، اما در هر صورت ما همه احتمالات رو در نظر خواهیم گرفت، برای بدترین اونها آماده هستیم. البته خیلی زوده که ما درباره واکنش ایران به این راهزنی احتمالی آمریکا اظهار نظر کنیم که چه اقدامی خواهیم کرد. کشتی نفتکشی که سال گذشته از طرف نیروهای بریتانیایی در جبل طارق توقیف شد، ایران امیدوار است با به پیشواز رفتن رویارویی دیگری، این بار با آمریکا، شاید بتواند توجه جهانیان را به تحریم‌های جلب کند که می‌گوید یک جانبه غیرقانونی و ظالمانه است. این در حالی است که مشغله ذهنی دنیا پیامدهای شیوع ویروس کرونا است. کسرانجی، بی بی سی. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی با ماست. آقای بروجردی، چقدر تهدیدهای آمریکا و هشدارهای آمریکا فکر می‌کنید به مرحله عمل برسه؟
فکر میکنم حقیقتا امکانش زیاد هست. ببینین، از حدود 8 سال پیش یک لایحه‌ای در کنگره امریکا مطرح بوده به نام جلوگیری از نفوذ ایران در شبه قاره غرب، و منظورشون تلاش ایران بوده برای روابطی که با کشورهای مثل ونزوئلا داشته در امریکای جنوبی. همونجور که میدونیم در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد روابط این دو کشور عضو اوپک بسیار عمق بیشتری پیدا کرد، هم حجمش بیشتر شد و همین که زبان یکتایی پیدا کردن در رابطه با مخالفت با امریکا. حالا باید دید که با در نظر گرفتن آنچه سال پیش برای توقف یک کشتی ایرانی در جبل الطارق صورت گرفت و بعد ایرانی ها اقدام متقابلی کردند برای گرفتن یک کشتی انگلیسی، آیا این بار هم ممکنه روند به این شکل جلو بره یا طور دیگری ورق برگرد؟ با اون زمانی که نفتکش ایران در جبل الطارق توقیف شد، در نهایت به نوعی به نفع ایران اون سناریو به پایان رسید. فکر نمی‌کنید که این بار با دست به عمل شدن آمریکا ممکنه به نفع ایران تمام بشه این داستان هم؟ به هر حال ایران معتقده که تحریم‌های آمریکا تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونیه و در آب‌های آزاد نفتکش‌های ایران دارن حرکت می‌کنن. بله درسته، ولی ببینین مسئله این است که شما امروز ایران 5 تا نفتکش فرستاده، ارزش این نفتکش ها بالاست، ایران مجبور شده که با پرچم خودش این نفتکش ها رو عازم ونزوئلا بکنه، و خب بله ادعای ایران این است که ما داریم بر اساس قواعد و قوانین بین الملل اقدام میکنیم و یک کشور ثالث مثل امریکا حق نداره جلوی مبادله اقتصادی دو کشور مستقل رو بگیره. ولی با در نظر گرفتن اینکه دولت امریکا این بحث و استدلال رو مطرح میکنه که ما میخوایم توان مالی ایران رو برای مبارزه با یا حمایت از تروریسم پایین بیاریم، فکر میکنم امریکا هم بخواد دلایل خودش رو مطرح بکنه. حالا واقعیتش اینه که شما وقتی که به اتفاقات این چند هفته یا چند ماه اخیر در منطقه نگاه میکنیم، میبینیم که توان نظامی ایران چه اون موقعی که متاسفانه اومده و هواپیماهای به اصطلاح غیر نظامی رو زده، چه در حمله‌ای که به پالایشگاه‌های در عربستان کرد، از توان نظامی بدی برخوردار نیست در منطقه خاورمیانه، و بنابراین اونجا میتونه بخواد پاسخی بده به این احتمالاً توقیف نفتکش‌های ایرانی در جزایر کارائیب. سوال دیگه اینجاست که ایران چه در واقع امکان حقوقی داره برای مقابله با آمریکا؟ به هر حال میدونیم که از منظر حقوقی اونقدر آسون نیست توقیف نفتکش‌های یک کشوری که به هر حال آزادانه با یک کشور دیگه روابط اقتصادی داره. بله کاملا درسته، و فکر میکنم همین هم توضیح میده که چرا آقای ظریف تا به حال هم نامه نوشتن به سازمان ملل و گوش زد کردن از راهزنی در آبهای بین المللی دارن صحبت میکنن و غیره. اما مانند بسیاری دیگری از مسائل متاسفانه مورد مناقشه بین ایران و امریکا، اون طرف هم ما این رو در زمینه برجام هم دیدیم، اون هم دلایل حقوقی خودش رو مطرح خواهد کرد که حالا باید ببینیم که حقوقدانان بین المللی و یا سازمان ملل بالاخره در این رابطه چه حرفی خواهد زد. متشکرم از شما مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه ویرجینیا تک. فردریک یونه یک نوازنده جاز که قبلا با بزرگانی مثل استیوی وندر و پرینس دور دنیا رو گشته و اجرا کرده، ولی حالا در دوران کرونا برای هم‌محله‌ای‌هاش در شهر واشنگتن ساز می‌زنه و شادش می‌کنه. داستان رو از زبان خودش بشنوید. اسم من فردریک یونه است. یک نوازنده فرانسوی سازدهنی هستم و سال 2001 به واشنگتن دی سی نقل مکان کردم. چند سال با پرینس تور داشتم و چند سال هم با استیوی. دارم سعی میکنم سازدهنی رو دوباره محبوب کنم. داشتیم آماده می شدیم دوباره راه بیفتیم گوشه و کنار کشور که کووید از راه رسید.
country when COVID hit. نیاز به نواختن تبدیل به فرصتی شد که فضایی درست کنیم که هم قوانین کووید رو رعایت کنیم و همزمان خلاق باشیم و سازمون رو بزنیم. اسم این جلسه‌های یکشنبه رو گذاشتیم گوش وایسادن، چون نمی‌خواستیم همسایه‌ها بیان و اجرا رو تماشا کنن، بلکه از خونه خودشون بهش گوش بدن. وقتی این رو برای اولین بار شروع کردیم، نگران بودیم که همسایه‌ها چه واکنشی نشون میدن. من سالها در این محله زندگی کردم و حالا به واسطه این خیلی بیشتر از گذشته با همسایه‌ها ملاقات داشتم. فکر می‌کنم همه ما تو این دوران به عشق و شادی نیاز داریم. این پایان دنیا نیست و ما نیاز به ارتباط انسانی داریم. من که حس خوبی دارم. This whole social distancing rule. نیروی موسیقی این فاصله گذاری اجتماعی رو خنثا کرده. فاصله فیزیکیش برقرار مونده، ولی جنبه اجتماعی تقویت شده. امید من اینه که وقتی ماجرا تموم بشه، دوباره راحت بتونیم همدیگر رو در آغوش بکشیم و در جاهای کوچیک دور هم جمع بشیم و به موسیقی زنده گوش بدیم. موسیقی یک زبان جهانیه که باید شنیده بشه، مخصوصاً در زمانهای سختی مثل الان. تا حالا در سوئد 3500 نفر جانشان را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. بیشتر آنها بالای 70 سال داشتند. بی بی سی به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد مسئولان دسترسی بعضی از سالخوردگان به خدمات درمانی را محدود کرده بودند. آنها از خانه‌های سالمندان خواسته بودند افراد دارای علائم ابتلا به این ویروس را به بیمارستان نفرستند. گزارش مدی سوج را ببینیم. کشوری که هرگز به قرنطینه نرفت. سوئد قول داده بود که از سالمندانش محافظت کند و همزمان بیشتر جامعه را باز نگه دارد. اما هزاران نفر جانشان را از دست دادند و بعضی میگویند از بیماران مراقبت‌های لازم نمی‌شود. پرستار به هم زنگ زد و گفت پدرم فوت کرده. سرفه می‌کرد و حالش خوب نبود. بهش مورفین و چیزای دیگه دادن. دکتر به ملاقاتش رفت ولی بهش اکسیژن ندادن. وحشتناکه. And he didn't give any oxygen. Think it's horrible. هر منطقه سوئد برای خودش درباره بهداشت و درمان تصمیم می‌گیرد. مقام‌های استکهلم مصرند که اکسیژن برای کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند مهیا است. I think it's an ethical dilemma for both the patients and فکر می‌کنم این یک دوراهی اخلاقیه برای بیماران و کارکنان. اما اگر به دستورالعمل‌ها نگاه کنید، امکان درمان خوب در خانه‌های سالمندان بدون نیاز به اکسیژن هست. اگر نیاز به اکسیژن داشته باشید، یا براتون میارن یا شما رو به بیمارستان میبرن. اگر توصیه پزشکی این باشه که بهتون کمک می‌کنه. The patients to the hospital if the medical decision is that they should benefit from it. اما بعضی میگویند خیلی از بیماران به بیمارستان نمی‌رسند. این پرستار هنگام شروع بحران در خانه‌های سالمندان در شهر یبله کار می‌کرد. به ما گفتند هیچ کس را نفرستید بیمارستان، حتی اگه شاید 65 سالشون بود. نظر شما چیه؟ بعضی از اونا شاید هنوز سالها میتونستن با عزیزانشون زندگی کنند، ولی فرصت بهشون داده نشد. مقام های این منطقه میگویند پرستاران میتوانند با دکترها تماس بگیرند تا بیمار در بیمارستان بستری شود. در استکهلم این بیمارستان صحرایی خالی به یک میدان نبرد سیاسی تبدیل شده. مسئولان میگویند که ثابت میکنند مشکلی برای بستری کردن سالمندان وجود ندارد. اما منتقدان میگویند نشان میدهد سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی در بستری کردن سالمندان اکراه بیشتری داشته. پیام رسمی این بوده که اینا شکننده هستن و طاقت درمان رو ندارن. این پیام سوئد بوده. آیا این پیام درستی بود؟ نه. چرا نه؟ چون اگه شما نیاز به درمان دارید و براتون مفیده، مثلا اکسیژن برای مدت کوتاهی نیاز دارید، باید بهش دسترسی داشته باشید.
هفته پیش نخست وزیر سوئد در یک کنفرانس خبری گفت به تصمیم‌های مقام‌های محلی اعتماد دارد. ولی دولت سوئد اذعان کرده که عمیقاً نگران شمار درگذشتگان در خانه‌های سالمندان و اخیراً بودجه‌ای برای آموزش کارکنان این مراکز و ایجاد شغل مقرر کرده. اما این پیام از بسیاری از کسانی که عزیزانشون را از دست دادن دری دوا نمی‌کنه. مادی ساویج، بی بی سی نیوز، استکهلم. برای بسیاری از ایرانی‌ها ماه رمضان بدون ربنای استاد محمد رضا شجریان چیزی کم دارد. ولی تقریباً یک دهه است که پخش آن از تلویزیون ایران متوقف شده. روزبه استغفاری نوازنده یک کمانچه اهل لرستان کاری کرده کارستان. آن هم اینکه ملودی پیچیده ربنا رو با کمانچه بازآفرینی کرده. این اجرا رو با هم ببینیم. ربنا جای گوش نواز 60 دقیقه امشب رو به پایان میبریم. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.